أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين روحي له الفدا وأرواح العالمين أما بعد قال الله في كتابه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اُسِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ. در آغاز خطبه اول نماز جمعه خود و همه شما برادران و خواهران نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می‌خوانم، زیرا تقوا زمینه ساز سعادت و سلامت و رستگاری انسان در دنیا و آخرت است. تا انسان در مسیر تقوا حرکت می کند، زندگی او و رفتار او و گفتار او همیشه در مسیر سعادت و کمالات معنوی او انجام می شود و انسان زمانی دچار خطا و اشتباه و حرکت‌های انحرافی می شود که تقوا و احساس حضور خدا را در لحظه لحظه های زندگی فراموش می کند. امیدواریم که خدای متعال به برکت این جلسات معنوی و این نماز با برکت جمعه به ما توفیق عنایت کند تا همیشه انسان متعهد و متقی در مسیر بندگی خدا باقی بمانیم. خطبه اول صحبت‌های معنوی و معرفتی خواهد بود و در خطبه دوم هم به توفیق الهی مناسبت‌های داخلی و منطقه‌ای و احیاناً اشاره‌هایی به مناسبت‌های تاریخی خدمت شما مؤمنین نمازگزار خواهیم داشت. و اما خطبه اول موضوعش را این انتخاب کردم: مسئولیت‌های معنوی و اجتماعی ما از منظر منطقی دینی. اگر ما این سوال را برای خود مطرح کنیم که مسئولیت‌های ما به عنوان یک انسان چیست؟ و گاهی این سوالات را از خود بپرسیم، قطعاً برای رسیدن به جواب آن تلاش هم می‌کنیم. فارغ از قراردادهای زندگی، فارغ از رسم و رواج‌های زندگی، فارغ از سلایق شخصی، در نظام حکمت‌آمیز آفرینش و بر اساس دستورات دینی، انسان یک سری مسئولیت‌های دارد که باید اون مسئولیت‌ها را هم بشناسد و هم باور کند و هم نسبتی به ادای اون مسئولیت‌ها جدی باشد و تلاش کند. و اگر انسان بر مدار مسئولیت شناسی حرکت کند، همیشه در مسیر درست حرکت می‌کند
و اگر انسان مسئولیت‌هایش از یادش رفت، حتماً دچار روزمرگی می‌شود و دیگه خودش نیست که برای خودش، برای سرنوشتش، برای زندگیش، برای سعادت و سلامتی دنیوی و اخرویش تصمیم می‌گیرد. انسان غافل و انسان فراموشکار سرنوشتش به دست جامعه می‌افتد، سرنوشتش به دست رسم‌ها و رواج‌ها و عادت‌ها و سلیقه‌های شخصی می‌افتد و اینها عناصری هستند که زندگی انسان را و فرصت‌های انسان را برباد می‌دهد. اون چی که خواستم به اصطلاح برای شما امروز صحبت بکنم اینه که ما اولا در قبال ساختن شخصیت خودمون مسئولیم، که شخصیت اعتقادی و فکری و اخلاقی خود را چگونه بسازیم. قبل از این که به دنبال ادای مسئولیت‌های اجتماعی باشیم، باید به دنبال ساختن یک شخصیت سالم انسانی و اسلامی و شیعی خود باشیم. و آن گونه که آموزگاران انسانیت یعنی انبیا و اولیا و قرآن به ما گفته است، برای تکمیل شخصیت خود در این دار تکامل دنیایی تلاش کنیم و اقدام بکنیم. ما چی بخواهیم چی نخواهیم، یک سری عادتهایی داریم، سلیقه‌هایی داریم، رسم و رواج‌هایی داریم که شخصیت ما را ساختند. ما اگر بخواهیم شخصیتمون را بر مدار نگاه دینی و مسئولیت‌های دینی بسازیم، باید به دنبال معرفت و آگاهی دینی باشیم. در سه محور باید تلاش کنیم یک باوری درست نسبت به اعتقاداتمون داشته باشیم. اگر قرآن را خوانده باشید که خوانده اید و خوانده ایم، همه چیز بر مدار همه ارزش ها و خوبی ها بر مدار ایمان و خدا باوری دور می زند. داریم که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هر پیامد مثبتی که در زندگی انسان ایجاد می شود پایه او ایمان است. اگر زندگی سالم دنیایی میخواهد باید مؤمن متعهد باشد. اگر آخرت آباد میخواهد باید مؤمن متعهد باشد. اگر سعادت و سلامت دنیا و آخرت را کسی میخواهد باید ایمانش را تقویت کند. ایمان چگونه تقویت می شود؟ ایمان در اثر آگاهی فکری تقویت می شود. ایمان در اثر مطالعات اعتقادی تقویت می شود. ایمان در اثر عبادت خدا و نماز خدا و روزه های خدا و همه مسائل عبادی تقویت می شود. ایمان اون گوهری به مثل و مثال است که در وجود انسان وقت شکل گرفت خودش تکامل پیدا نمی کند. ما موظفیم که در حوزه خداشناسی کار کنیم، در حوزه پیامبرشناسی کار کنیم، در حوزه امامشناسی کار کنیم، و اگر کار نکنیم ممکن است شرایط فکری و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه به گوهر ایمان درونی ما به خدا ضربه بزند. بنابراین اگر میخواهیم ایمان درست داشته باشیم باید برای مؤمن بودن و مؤمن ماندن و مؤمنان زندگی کردن تلاش کنیم. نقطه مقابل ایمان در قرآن کفر، نقطه مقابل ایمان از منظر قرآن نفاق. اگر کسی برای تقویت ایمان خود کار نکرد
ممکن است به لحاظ اعتقادی به سمت کفر بغلطد و کسی که به سمت کفر غلطد چه بخواهد چه نخواهد در مسیر شقاوت و بدبختی و ویرانی دنیا و آخرت میفتد و اگر کسی در اثر غفلت و سهلنگاری خدای نخواسته دچار نفاق و منافقت و دورویی شد، در ظاهر خودش مؤمن نشان داد و در باطن اهل فسق و فجور شد، باز این آدم در زندگی از مدار و محور سعادت خارج می شود و دیگه نمی تواند روی سعادت و رستگاری ابدی خود حساب کند. این آیه مبارکه را دقت کنید، می فرماید الله ولی الذین آمنوا، خداوند دوست و سرپرست کسانی هستند که ایمان دارد، یعنی خداوند خودش مستقیما در زندگی مؤمنانه مؤمنان دخالت میکند و مسیرشان را به سمت صلاح و فلاح میکشاند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا ولی و عهده‌دار سعادت و سلامتی کسانی هستند که مؤمنند که این انسانها را در شرایط توفنده زندگی و در دل تحولات و دگرگونی‌های روزگار یخرجهم من الظلمات الی النور، انسانها را از ظلمتها به سوی نور دعوت میکنه. نور از معرفت خدا، از شناخت پیامبر، از انس با خدا و قرآن و ذکر و دعا و عبادت به وجود می آید، در درون انسان می تابد، اندیشه انسان را روشن می کند، قلب انسان را منور می کند، روح انسان را جلا می بخشد و شخصیت او را اون گونه که خدا می خواهد تنظیم و تکمیل می کند. ساحه دیگری که باید تلاش کنیم عزیزان، مخصوصا نسل جوان و همه نمازگزاران، رشد فکری هست. اگر انسان در این دنیا اندیشه استوار نداشته باشد، فکر متعالی نداشته باشد و خودش نسبت به حقایق عالم معرفت نداشته باشد، طبیعتاً اختیار او به دست هوا و هوس میفتد، به دست رسم و رواجهای زندگی میفتد. بنابراین ما برای این که در قبال خودمون مسئولیت داریم، شخصیتمون رو بسازیم، اول ایمانمون رو تقویت کنیم و بعد هم سعی کنیم اندیشه درست داشته باشیم در رابطه با خودشناسی و خداشناسی و هدفشناسی و راهشناسی و همه ارزش هایی که در زندگی ما وجود دارد. اهل درس باشیم، اهل تحقیق باشیم، اهل مطالعه باشیم. پیوسته باید بخوانیم و بدانیم و عقلانیتی الهی خودمون رشد بدیم تا بتوانیم در برابر تهاجم شبهات بی امان این روزگار دینمون رو حفظ بکنیم، مکتبمون رو بتونیم حفظ بکنیم، فرهنگ دینی جامعه خود رو حفظ کنیم، شخصیت اسلامی و انسانی خود رو بتونیم حفظ کنیم. یک جامعه که در آن رشد فکری نباشد، جهل حاکم باشد، نادانی حاکم باشد، رکود فکری حاکم باشد، این جامعه نمیتواند از ارزش‌های خود دفاع کند، نمیتواند بر سر ارزش‌های خود استادگی بکند، نمیتواند مطابق هویت فکری و فرهنگی و تاریخی و اعتقادی خود زندگی کند. پس رفتن به سمت علم و دانش و روشنی و روشنگری یکی از بایسته‌ها و یا به تعبیر مسائل جدی و اساسی و حتمی است
که ما برای ساختن شخصیت خود باید رو دنبال کنیم. گذشته از بحث اعتقادی و اخلاقی فکری، باید اخلاق خودمون رو مرتب رصد کنیم که ما به لحاظ اخلاقی چگونه آدمی هستیم، آدم صبوری هستیم یا آدم بی‌حوصله، آدم خشین هستیم یا آدم اهل حلم و بردباری، اهل صداقت و امانتداری هستیم یا خدای نخواسته اهل دروغ و رنگ و نیرنگ و امثالهم. اینا فضیلتها و رضایلیست که مرتب بر ما هجوم می آورد و ما باید سعی کنیم فضیلتها را فرا بگیریم و رضایل اخلاقی را از خود دور بکنیم. ما که در نماز جمعه می آییم صرفاً به دنبال نماز خواندن و ذکر گفتن نباشیم، به دنبال معرفت و آگاهی و تست شخصیت اخلاقی من باشیم. کسی که در نماز جمعه می آید در خانه به اخلاق این نماز جمعه را خیلی نشناخته. کسی که اهل حوصله و بردباری نیست شخصیت اسلامی و انسانی او ایراد داره. کسی که اهل کینه و عناد و دشمنی هست معلوم است که در ایمان و تفکر و اندیشه توحیدی او ایرادهای وجود داره. ما قرار اسلامی زندگی کنیم، قرار شیعی زندگی کنن، قرار ارزشی زندگی بکنیم و اگر قرار باشه ارزشی زندگی کنیم باید اول ارزش ها را در وجودمون احیا بکنیم تا بتوانیم در خانواده پیاده بکنیم، تا بتوانیم در جامعه پیاده کنیم. بعد از این که شخصیتمون را بر مدار ایمان راستین و اندیشه والا و اخلاق فضیلت مدار ساختیم، اون وقت باید توجه کنیم به مسئولیت های اجتماعی ما. ما همیشه یک فرد نیستیم، ما در یک جامعه زندگی میکنیم. در این جامعه ارزش ها و ضد ارزش های وجود دارد، در این جامعه هنجارها و ضد هنجارهای وجود دارد. ما به همون میزانی که در قبال شخصیت خود و خانواده خود مسئولیت داریم، در قبال جامعه خود مسئولیت سخت‌تر و شدیدتر داریم. اولین گزینه‌ای که در مسئولیت‌های اجتماعی باید به آن توجه بکنیم، بحث برپایی یک جامعه سالم است. جامعه سالم زمان برپا می شود که ما باوری درست و اندیشه درست و اخلاق فضیلت مدار داشته باشیم. برای ساختن جامعه درست باید خانواده درست داشته باشیم. فرهنگ خانوادگی رو باید مرتب رصد کنیم. در دل خانواده هاست که فرزند سالم و صالح و عالم و آگاه و متخلق به اخلاق اسلامی بزرگ می شود. وقتی در خانواده انسان سالم بزرگ شد، اون وقت انسان سالم است که جامعه سالم را می سازد. انسان متمدن است که جامعه متمدن را می سازد. انسان عدالتگرا است که جامعه عدالتگرا را می سازد. وقتی فرهنگ خانوادگی ما بر اساس عادتها باشد، بر اساس رسم و رواجها باشد، بر اساس خشم و خشونت باشد، بر اساس کینه و کدورت باشد، در چنین خانواده های انسان سالم الفکر و سالم الاخلاق رشد نمی کند و طبعا جامعه ایدئال و آرمانی اسلامی و توحیدی هم برپا نخواهد شد. جامعه پیشرفته اسلامی چه خصوصیاتی دارد؟ وقت کم است، بنده فقط اشاره میکنم. شاخصه های یک جامعه سالم اسلامی چند چیزه: یک، عدالت، دو، وحدت و همدلی، سه، اخوت و برادری، و چهار، آری بودن از ظلم و ستم و بیدادگری و تبعیض. انبیا اومدن که یک همچین جامعه را برپا کند که در آن جامعه عدالت مدار روابط اجتماعی باشد. لیقوم الناس بالقسط داریم در قرآن. خدا میگه ما پیامبرا را فرستادیم و به اصطلاح کتب باش نازل کردیم و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی مهمترین شاخصی جامعه پیشرفته و ایدئال اسلامی عدالت مداری است.
اگر به اصطلاح هر فردی در جامعه به دنبال عدالت باشد، نظام حاکم بر جامعه به دنبال تطبیق عدالت باشد، اون جامعه را می شود گفتیم جامعه جامعه است که به سمت اسلامی شدن پیش می رود و زمان اسلامی خواهد شد که عدالت تبدیل به فرهنگ شود، عدالت تبدیل به تربیت شود، عدالت تبدیل به قانون شود. اگر ما به سمت عدالت حرکت می کنیم انسان سالمی هستیم. اگر خانواده عدالت را به اصطلاح روایت کردن، خانواده سالمی هستند. و اگر در یک جامعه عدالت فرهنگ شد، این جامعه جامعه ارزشمند اسلامی است. و اگر سیستم سیاسی کشور اسلامی به دنبال عدالت حرکت کرد، اینها می شود حاکمان ایدئال اسلامی. و اگر نه، همه چیز بر مدار روابط زبانی و قومی و نژادی و کینه ها و تعصب ها و ظلم ها و ستم ها و بیداد ها در جامعه شکل گرفت. این جامعه جامعه محمدی نیست. دومین گزینه یک جامعه ایدئال اسلامی وحدت و همدلی است. هر چی که بوی نفاق بدهد، بوی دویت بدهد، بوی تنش‌های قومی و زبانی و مذهبی بدهد، مورد تأیید اسلام و فرهنگ اسلامی نیست. قرآن فریادش این است و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. همه تان بر اسمان محکم الهی چنگ بزنید، یعنی محکم بگیرید، قرآن را محکم بگیرید، سیره پیامبر را محکم بگیرید، مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام را به عنوان نمونه کامل عبدالله محکم بگیرید. بر مدار عبدالله اگر ما حرکت کردیم، در مسیر اسلامی شدن هستیم. اگر بر مدار وحدت و همدلی و همپذیری حرکت کردیم، میتونیم ادعا کنیم که ما یک جامعه اسلامی داریم. و امروز در دنیا بحث همدلی و همگرایی یکی از پایه‌های اساسی پیشرفت و تمدن سازی به حساب می آید. و متاسفانه که در جامعه ما هنوز هم بحث وحدت و همدلی و همگرایی و همپذیری اونگونه که باید و شاید و شایسته این ملت است به فرهنگ تبدیل نشده است. روابط بر اساس معیارهای غیر از معیارهای دینی میچرخد. سومین گزینه یک جامعه اخوت و برادری است. اخوت و برادری یکی از نشانه‌هاش غمخواریه. آدم وقتی برادری کسی بود، در غم و شادی اون شریکه. خوبی برادر رو خوبی خود می داند، بدی برادر رو بدی خود می داند، رنج برادر رو رنج خود می داند و نشاط و شادابی او را نشاط و شادابی خود می داند. انما المؤمنون اخوتون. این فرهنگ دینی ما و فرهنگ قرآنی ماست که ما برادران دینی هستیم. اگر ما برادران دینی هستیم، باید زندگی برادروار داشته باشیم. کسی نباید برای خود به هر دلیلی امتیازی را به اصطلاح بتراشد و خود را ممتاز بدانند و برای دیگران امتیازی سیاسی و اجتماعی در جامعه قائل نشوند. این که برادری نیست. برادران همیشه در عرض هم، نه در طول هم. بنابراین ما سعی کنیم اگر می‌خواهیم در افغانستان جامعه اسلامی و مورد تأیید خدا و رسول و قرآن بنا کنیم، باید فرهنگ عدالت را، فرهنگ همدلی را و فرهنگ برادری را در این جامعه سعی کنیم نهادینه شود. در همه جا فرهنگ برادری و همدلی دیده شود. امتیازها بر اساس شایستگی ها داده شود، نه بر اساس روابط های که فاقد تأییدات دینی هست. بنابراین مسئولیت های ما، نمازگزاران محترم نماز جمعه، ما در دو حوزه مسئولیت سنگین داریم. یک در حوزه ساختن شخصیت خودمون،
که باید یک شخصیت درست اعتقادی و فکری و اخلاقی داشته باشیم و یک هم در قبال جامعه دینی و اسلامیمون در افغانستان سعی کنیم هر کسی به سهم خود به دنبال ایجاد عدالت و وحدت و اخوت و همدلی و برادری و برابری باشیم. اگر به این سمت حرکت کردیم، فردای این جامعه فردای روشن خواهد بود، فردای این جامعه فردای متمدن و پیشرفته خواهد بود، فردای این جامعه فردای سعادت افروز خواهد بود. و اگر نه، همچنان بر مدار فرهنگ قبیله‌ای حرکت کردیم و ارزش‌های دینی را یا فراموش کردیم یا در حد شعار دنبال کردیم، هیچ تضمینی برای فردای سعادت افروز افغانستان وجود نخواهد داشت. امتی که قرآن واحد دارد، خدای واحد دارد، پیامبر واحد دارد، قبله واحد دارد، این ملت اگر در آتش نفاق و دوئیت و خدای نخواست دشمنی بسوزد، معلومه که تقصیر گردانندگان فکر و فرهنگ و اندیشه این مملکت است. ما اگر بخواهیم افغانستان سرفراز و پیشرفته داشته باشیم، باید بر مدار ارزش‌های اصیل دینی برنامه ریزی کنیم و ارزش‌های اصیل دینی را بدور از تبعیض‌های قومی و لسانی و نژادی در جامعه تطبیق کنیم. امیدواریم که خدای متعال چنین روزی را و چنین فکر را و چنین فضای را و چنین فرهنگ را هرچه زودتر در افغانستان حاکم کند، تا تک تک مردم افغانستان در سایه فرهنگ زلال و راستین دینی یک زندگی بهشتی را در این جغرافیا ببینند و بچشند. به امید آن روز، پروردگارا ما را در مسیر رضای خود توفیق عنایت بفرما، ما را آنی و کمتر از آنی به خودمان و مگذار. به همه ما شهامت ساختن شخصیت سالم و جامعه سالم عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين وعلى علي أمير المؤمنين آيتك الكبرى والنبأ العظيم وعلى الصديقة الطاهرة والحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر المهدي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرى أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. در آغاز خطبه دوم، باز هم خود و همه برادران و خواهران مؤمنه و متدینه را به تقوا و پروای الهی فرا می‌خوانیم و سخن را در خطبه دوم با فرمایش نورانی از مولا الموحدین
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا آغاز میکنیم وقتی در وصیتشون به امام حسن و امام حسین فرمودن کنا للظالم خصما و للمظلوم اولا. این فرمایش امیر المؤمنین که میگوید در برابر ظالمان خصم و دشمن باشید و در برای مظلومان یاور باشید، نشان دهنده منطق مبارزه پیگیر با مظاهر ظلم و طغیان و فساد است برای همیشه، و این جزء منطقهای پویا و ماندگار منطقی دینی و اسلامی است که انسان مسلمان آرمانی وظیفه دارد همیشه با ضد ارزش‌ها بجنگد تا ارزش‌ها در جامعه رشد کند. با این مقدمه اولین مناسبتی را که باید خدمت شما عرض و تحلیل کنیم، اوضاع آشفته خاورمیانه و جنایات عجیب و غریب اسرائیل در فلسطین و در لبنان هست که یک سال است افکار و روح و روانی تمام دنیا را دارد اذیت می کند و هنوز بالای 40 تا 50 هزار انسان بیگناه را یک رژیم جعلی غاصب متجاوز حل و قم و سلاخی کرده است و این را همه دنیا هم می بینن و هم می شنون، ولی متاسفانه آنچه که باعث شده این اوضاع پیش بیاید چند عامل: یکی درنده خویی رژیم اسرائیل هست که اساساً ذات این رژیم با خونخاری و خونریزی و درندگی و آدمکشی شکل گرفته و ادامه حیات منحوس اسرائیل هم ظاهراً وابسته به ایجاد کشتار جمعی و سلاخی انسان هاست. ذات این رژیم خبیث همین بوده و همین هست و تا زمانی که نفس داشته باشد جز خون ریزی در منطقه از این چیزی مشاهده نخواهد شد. عامل دیگری که باعث شده این اوضاع در این منطقه به وجود بیاید حمایتی کشورهای غربی است. کشورهای غربی متاسفانه از یک طرف ادعای رهبری فکری و فرهنگی جهان را دارند و خود را به اصطلاح سردمداران آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و دفاع از مظلوم و استادن در برابر ظالم می دانند. یعنی در تفکر لیبرالیستی خود را مشعلدار سعادت و سلامت و پیشرفت و امنیت دنیا تلقی می کنند. و اما در عمل آنچه که مشاهده می شود این است که همه شعار غربه ها دروغه و اساسا تفکر و اندیشه غربی هرگز سعادت و سلامت و امنیت را در جهان نمی تواند به ارمغان بیاورد. اینا میراثداران دو جنگ جهانی اول و دومند و اساساً در ژن اینا آدم کشی وجود دارد، درندگی وجود دارد، از درنده ها حمایت کردن به دلیل منافع سیاسی و اقتصادی و تجاری جزء دب کشورهای غربی هست. پس در خاورمیانه تمام تفکر غربی هم زیر سوال رفته و دیگر آمریکا و انگلیس و اروپا نمی توانند بگویند که ما مشعلداران فکر و فرهنگ و اندیشه پیشرفت جامعه بشری هستیم و می خواهیم امنیت و آرامش و پیشرفت را برای دنیا به ارمغان بیاوریم. حاضرن همه دنیا را قربانی بکنند برای اینکه کارخانجات اسلحه سازیشون فعال باشد.
اقتصادشون پویا باشد، همه دنیا بسوزد ولی غربی ها در آرامش باشند. این نشان داد که باید به اندیشه غربی شک کرد. وقتی نتانیاهو وارد سازمان ملل می شود، کشورهای غربی برای اینکه از اون نفرت نشان بدهند او رو تشویق می کنند و برایشون دست می زنند و این نشان می دهد که غرب از شعار تا شعور بسیار فاصله دارد. مسئله دیگری که دردآورتر از سکوت کشورهای مسلمان منطقه است. چرا شاهان عرب در قبال این همه جنایت در غزه سکوت کرده اند؟ علتش اینه که اساساً آمریکا کشورهای عربی را به یک شاه تحویل داده، به دنبال ایجاد حاکمیت مردمی هم نیستن. شما هیچ وقت نشنیدین که رسانه ها گفته باشد چرا در کشورهای عربی دموکراسی حاکم نمی شود، چرا مردم صاحب حکومت و قدرت نمی شود. این شاهان را به طمع قدرت و ریاست و شکم و شهوت و امثالهم به عنوان نمایندهشون اونجا گذاشتن که هر زمانی هر نسخه را بخواهند بر اینا دیکته بکنن دیکته میکنن و از اینها خدمت شما عرض کنم اخاذی میکنن. اینها مجبورن برای ماندن بر ریاست منحوس و زشت و ننگاور خود باید باج بدهن به کشورهای غربی. و امروز خاورمیانه یک آزمون است برای امت اسلامی که متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عربی در یک سکوت ننگین به سر میبرند، نه تنها بر علیه رژیم غاصب اسرائیل حرکتی انجام نمیدهد بلکه از اسرائیل تا میتوانند حمایت هم میکنند. و این از عجایب روزگار است که انسان مسلمان عرب نه عرق ملی دارد و نه عرق دینی دارد و همه همیت و غیرت و احساس و وجدان و انسانیت گویا در وجود اینها از بین رفته که صدای ناله های طفلان اطفال فلسطین و لبنان را نمی‌شنود. این همه بمب در سرزمین اسلامی ریخته می شود کسی واکنش نشان نمی دهد. اینها جزو عجایب روزگار و جزو عبرت های تاریخ است. تنها تفکری که امروز در برابر افزون طلبی ها استاده تفکر مقاومت دینی است و به لطف الهی این تفکر سرانجام اسرائیل را هم سر جای خود خواهند شد و پیروزی حتمی را هم به ارمغان خواهد آورد و لکه ننگ تاریخ را بر پیشانی تمام سران معاملگر عرب خواهد شان به امیدی اون روزی که تفکر ایمان مدار مقاومت بر رژیم صهیونیستی و پیروزی کند. شهادت سید حسن نصرالله و شهادت یحیی السلواری دو انسان شایسته و دو سردار استقامت را به محضر همه مسلمانان و وجدانهای بیدار دنیا تسلیت میگم و امیدوارم خون این شهیدان سرفراز به طوفان بنیانکری تبدیل شود و خاورمیانه را از وجود سرطان به نام اسرائیل برای همیشه پاکیزه کند. نعره تکبیر! مناسبت دیگری که در هفته گذشته داشتیم جلسه شانگهای بود که در پاکستان روز سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد. شانگهای یک پیمان امنیتی، سیاسی و اقتصادی است که توسط چین و روسیه و ایران و کشورهای منطقه تشکیل شده برای مقابله به لحاظ امنیتی با ناتو و برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی در سطح منطقه که افغانستان هم عضو ناظر این سازمان بود و مدتی است که به دلایل سیاسی و امنیتی و نبود استانداردهای لازم سیاسی در کشور عضویت افغانستان در این سازمان لغو شد و در پاکستان هم از نماینده سیستم سیاسی فعلی دعوت نشد و این در حقیقت نشان می‌دهد که در کشور ما باید
گردانندگان امور سیاسی کشور راجع به این گونه مسائل باید بنشینند اساس فکر کنند. عضویت در سازمان‌های همکاری‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی بسترهای پیشرفت را برای کشورهای عضو فراهم می‌کند، ضریب امنیتی را در منطقه بالا می‌برد، روابط سیاسی را عمق می‌بخشد و غفلت از برسمیت شناخته شدن در کشور پیامدهای بسیار بدی دارد. یکیش محروم شدن از استفاده از این بسترهای بسیار ارزشمند همکاری است. افغانستان برای اینکه به خط پیشرفت و تمدن مترقی بیفتد و از محرومیت اقتصادی و از شکنندگی امنیتی و از فضای بسته سیاسی نجات پیدا بکند، نیازمند حرکت‌های اساسی و بنیادین است که تئوریسین‌های سیاسی حکومت موجود باید بنشینند و برنامه‌ریزی بکنند و مشکل مشروعیتشون را حل بکنند، مشکل رسمیتشون را با دنیا حل بکند تا دروازه همکاری به همه کشورها هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان باز شود و سرمایه وارد کشور شود و کشور از این محرومیت و از این وابستگی شدید اقتصادی که در به اصطلاح همه ابعاد وجودی ما داریم نجات پیدا بکند. این جزوی وظایف هر دولت و هر سیستم سیاسی هست که باید کار بکند که راهشان به سمت همکاری با کشورهای منطقه و کشورها در سطح جهان باز شود تا زمینه رفاه، پیشرفت، سعادت و سلامت جامعه فراهم شود. امیدواریم که دولت مردان افغانستان هر چه زودتر به فکر این بیفتند که نظام سیاسی را وارد مشروعیت سیاسی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی بکنند تا از بسترهایی که موجود است در سطح منطقه و جهان برای پیشرفت افغانستان و ایجاد تحول بنیادین در حوزه توسعه امنیتی و سیاسی و اقتصادی استفاده شود. مناسبتی دیگری را که باز گذرا عرض میکنم، ما در هفته قبل هم روز جهانی دختر را داشتیم و هم روز جهانی غذا را. و هر دوی این متاسفانه در کشور ما با مشکل مواجه است. ما به لحاظ دینی داریم که پیامبر گرامی اسلام، پیامبر این دین، پیامبر این قرآن برای این که با فرهنگ منحط عربی و نگاه غلط اعراب اون روز نسبت به دختر مبارزه کند، با تمام وجود به زهرای مرضیه احترام می‌گذارد. دختر را رحمت خدا می‌دانست. خدا زهرا را کوثر قرآن معرفی کرد. پیامبر که به زهرا می‌رسید می‌گفت فداها ابوها، چون در عرب دختر داشتن ننگ بود. این فرهنگ منحط سالهای سال بر فکر و ذکر و روح و روان اون جامعه جهالت زده حاکم بود و پیامبر برای اینکه این هنجار را بشکند و ارزش را حاکم کند، با تمام وجود به زهرا احترام می‌گذاشت. وقتی زهرا وارد می‌شد تمام قد در برابرش بلند می‌شد. الان در جامعه اسلامی ما نسبت به دختران جفا میشه، در خانواده ها جفا میشه، سیستم سیاسی داره جفا میکنه. 3 سال تمام است در مدرسه ها و دانشگاه ها برای دختران ما بسته شده است و این یک زخم ناسوریه که بر جگر ملت افغانستان نشسته و راه درمانش هم فقط به دست سیستم سیاسی هست. به امید این که روزی شریعت مداری حکومت به این نقطه منتهی شود که دخترها هم انسانند و حق تحصیل دارند و حق پیشرفت دارند، حق آگاهی دارند، حق حقوق مشروعی دارند که باید بهشون برگردانده شود. ضرورت فردای کشور ایجاب میکند اگر ما بخواهیم در آینده حتی معلم برای همین سنف 6 ها داشته باشیم، چند سال آینده نداریم. پزشک دختر داشته باشیم نداریم، مدیر دختر داشته باشیم نداریم. خود نصف از جامعه اگر به لحاظ سواد فلج باشد، ما چطور میخواهیم افغانستان را به سمت ترقی و پیشرفت
و پیش ببریم و از اون گذشته سیاه و تاریک و ننگین و همراه با فقر و بدبختیش نجات بدهیم. امیدواریم که صدای بی صدای ملت افغانستان به گوش گردانندگان امور سیاسی برسد و در این مدرسه ها را و دانشگاه ها را برای دختران این مملکت بر مبنای دستور محمد مصطفی که فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه باز بکنند. با امیدواریم که همچین اتفاق انشاءالله بیفتد. آخرین مناسبت را که عرض میکنم مربوط به خود ما و شما هست. شما مؤمنین نمازگذار، شما احالی نماز جمعه، ما یک آیه داریم که میگه لئن شکرتم لازیدن لکم و لئن کفرتم این عذاب لشدید. اگر نعمتی دارید شکرگزار باشید و اگر شکر نکردید به عذاب خدا گرفتار میشید. سلامتی ما نعمت، حضور ما در اینجا نعمت، این مکان مقدس نعمت، این مدرسه مبارک نعمت. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رو که این مدرسه را در این موقعیت ایجاد کرده است و در طول سال این مرکز تبدیل شده است به مرکز نشر معارف دینی و اسلامی در سطح شهر. و شما مؤمنین نمازگذار که هر جمعه میایین و از این بستر استفاده میکنید، آیا تو هنوز به این فکر افتاده اید که این مسجد و این مدرسه و این تشکلات گاهی نیازهای شدید مالی پیدا میکنه؟ در تاریخ تشیع همیشه حوزه ها توسط مؤمنین حمایت شده و در دل اون و به همین دلیل وابسته به دولت ها نبوده و از دل این فرهنگ یاری مؤمنین نسبت به مراکز دینی، شخصیت‌های عزیز و عظیم و مراجع تقلید و علما و نویسندگان و متفکران و فیلسوفان و متکلمان بیرون شده اند که پاسداران دین و ایمان و فرهنگ دینی شما بوده است. من به شما مردم عرض میکنم شما هم گاهی به این مدرسه توجه داشته باشین، گاهی به مسئولی مدرسه سر بزنید، اگر وجوهات شرعی داشتین اون حق الله خود را بیارین به این مدرسه و مدرسه های دیگه بدین و به اصلاح رسید هم بگیرین تا مدرسه ها و طلاب کسانی که میخواهد نیروهای تربیت شود تا فردا از دین شما و ایمان شما و قرآن شما و فرهنگ دینی شما حراست و محافظت کند، وابستگی شدید اقتصادی به دیگران نداشته باشد. وظیفه اخلاقی ما، وظیفه دینی ما، وظیفه ایمانی ما، حتی ضرورت‌های اجتماعی ما ایجاب می‌کند که عزیزانی که به اسلام وجوهات شرعیه دارند یا تبرعاً می‌خواهند به اسلام کار بکنند، به مدرسه کمک کنند، گاهی بیایند از مسئولین بپرسند که این مسجد و این مدرسه و این خادم‌ها و این نگهبان‌ها و این همه طلبه‌هایی که اینجا هستند و اینو درس می‌خوانند، اینا میتونن برن دانشجو بشن، فردا دکتر بشن، میتونن برن فردا تاجر بشن، میتونن بنا بشن، میتونن نقاش بشن. چرا آمدن اینجا درس بخونن؟ برای این که ما همین طوری که به بنا و نقاش و دکتر و امثال هم نیاز داریم، به متخصصان دینی هم نیاز داریم. ما اگر بخواهیم در فردا دین ما و ایمان ما و قرآن ما و فرهنگ دینی ما محفوظ باشد، نیاز به آموزگار داریم، نیاز به متخصص داریم، نیاز به روحانی داریم. و اگر این روحانیت نباشد، کیست اون کسانی که بیاید از سنگرها و مرزهای دینی و اعتقادی ما و شما به اصطلاح دفاع بکند و یا مسائل دینی را برای مردم تبیین بکند؟ گاهی به این فکرم بیفتید و حتما من اینو به عنوان یک طلبه و شما عزیزان هم توصیه میکنم و هم از شما این رو عاجزانه میخواهم که گاهی بیایید و به مسئولین محترم مدرسه مراجعه کنید و احتیاجات را رصد بکنید و از وجوهات شرعیه‌ای که دارید برای رفع احتیاجات، رفع گرفتاری‌ها، رفع وابستگی‌های مراکز دینی از دیگران، همه با هم تلاش کنیم تا بتوانیم در جامعه یک زندگی همراه با علم و دانش و فکر و فرهنگ و روشنی و روشنگری داشته باشیم. امام حسن عسکری علیه السلام می فرماید خصلتان لیس فوقهما شیء، میگه دو خصلت در بشر است که بالاتر از او ارزشی وجود ندارد: الایمان بالله
همون که از اول گفتیم مراقب ایمانمون باشیم. یک ایمان به خدا و دوم و نفع الاخوان. وجود ما باید برای جامعه، برای برادران دینی ما مفید باشد. هر جا دیدید به کسی منفعت میرسانید بدانید که خاصیتی خصلت دینی و خصلت ارزشمند اسلامی دارید، و هر جا دیدید که از کنار رنجها و دردها و احتیاجات جامعه و همسایه و مردم و مراکز دینی بی خیال رد می شوید بدونید از این فیض محروم شده اید که امام معصوم می فرماید خصلتان لیس فوقهما شیء الایمان بالله و نفع الاخوان. می دواریم که خدای متعال به همه ما و شما توفیق را عنایت کند که این دو خصلت را در وجودمون زنده کنیم. پروردگارا فرج مولامون مهدی را نزدیک و نزدیکتر بگردان، وجود نازنینش را دعاگوی ما قرار بده، قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بگردان. به همه عزیزانی که در این نماز جمعه حضور پیدا می کند سعادت دنیا و آخرت عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.